از شبکه جهانی سلام بر برنامه زن و زندگی برنامه من بر اساس زن و قدرت او و استفاده صحیح از این قدرت هاست امیدوارم که تا این لحظه ساعت خوبی رو گذرانده باشین تلفن های ما باز هستش با یکد کد 949 297 88 00 اگر نظریه انتقاد پیشنهادی دارین با کمال میل آماده شنیدنش هستم دو تا سوال عزیزان از طریق فیسبوک از من داشتن علت من سوالات رو در برنامه جواب میدم به خاطر اینکه میدونم مشابه این, می این سوالات رو دیگر عزیزان دارن و زمدن چه بهتر که خب همه استفاده بکنیم و جواب این سوال سوالاتی که شده دوست دارم از طریق برنامه بدم اولین سوالی که از من شده این که توکل چیه بله سوال خیلی جالبیه چون ما فقط میشنویم که توکل کنید به خدا توکل کنید و ولی واقعا خیلی از جمله خود من مدت ها پیش نمیستم معنی توکل یعنی چی معنی واقعیش یعنی چی این که من توکل بکنم که چیکار کار بکنم حالا توضیح میدم خدمتون اینشالله که مورد قبول واقع بشه و بتونیم استفاده بکنیم ببینید زمانی که شما یه مورد دادگاهی دارید نزایی از خدا نکرده یا مسئله معامله هست یا هر چیزی به حال شما از توقعتون یک وکیل استخدام میکنید و این وکیل کارهای شما رو انجام میده به این دلیل وکیل استخدام میکنین چون اون وکیل به قوانین آشناتر از شماست حالا بعضی میگن که آره چون طرف به دادگاه رسیده نمیتونه صحبت بکنه به این دلیل وکیل میگیره نه هم چیزی نیست وکیل شما میگیرین چون وکیل آشنا به قوانین اداری هست به قوانین مدنی آشنایی داره چون تحصیل کرده و اطلاعات کافی داره و میتونه از حق قانون شما تا اون جایی که ممکنه دفاع بکنه خب شما وقتی وکیل که استخدام میکنید در مورد ای که دارید دیگه یه حالت اطمینانی در شما هست به هر کسی بخواد نظری بده یا بخواد دخالتی بکنه شما خیلی محکم وامیسید میگین که نه من وکیل دارم و وکیل من این کار رو انجام میده و این امیدم دارید و میدونید که وکیل به نفع شما در قدم ورمیداره چون وکیل شماست شما در حقیقت به وکیلتون توکل کردین اختیارات رو این وکیل گذاشتین و این وکیل میره برای شما جنگ میکنه یا حق شما رو میگیره توکل به خدا کردن به خدای بزرگ توکل،, توکل, کردن هم یک چیزی مثل همینه وقتی که شما به خداوند توکل میکنید یعنی با تسلیم محض باشین و همه چی رو به خداوند واگذار بکنین شما در راه سعی خودتون بریم. البته بعضی شاید فکر کنن که این سوال فقی باشه ولی این سوال فقی تنها فقی نیست سوال اجتماعی هم هستش در تمام ادیان ما تنها به اسلام کار نداریم ادیان مختلف یهودیت مسیحیت هستش و تمام ادیان البته الان واژه دین یه مقدار برای بعضی سنگینه به خاطر فعلی که در دنیا حاکمه فرق نمیکنه اسلامش باشه مسیحی باشه یهودی باشه خیلی ها سوال تر میکنن که البته تا زمانی که این سوال از نظر آشنا شدن به مسائل و حکام الهی باشه خیلی خوبه اما وقتی پا فراتر میذاره به پای اناد و لجاجت میرسه و میخواد ثابت بکنه که خدا اشتباه کرده خب اینجا یه مقدار دیگه دور اون بحث واقعی خارج میشه چون ما ایراد کردن خدا نمیتونیم بگیریم اما چرا بعضیا لجاج میکنن ایراد خودشونه به خاطر اینکه اطلاعاتی ندارن وقتی من راجع به چیزی اطلاع نداشته باشم بلتب هر چی میشنوم چون خودم اطلاع ندارم مجبورم باور بکنم و بعد میبینم که اصلا با فکر من نمیخونه مثلا ماشین من خراب شده میخوام ببرم برای میکانیکی اگر من قبلا راجع به اون قسمت از ماشینم که خراب شده به خصوص الان که اینترنت و چی در اختیارتون اگر یه تحقیقاتی بکنم ببینم که ایراد چیه و مثلا در چه حدودی خرج ور داره وقتی به مغازه میکانیکی میرم این دیگه مجبور نیستم هر هر چی آقای میکنید من قبول بکنم که یا قیمتی بده من قبول بکنم که میتونم خیلی راحت باش صحبت بکنم چون اطلاعات کسب کردم اما زمانی که اطلاعات نداشته باشم مجبورم باورش کنم و بعدش هم عصبانی میشم و به زمین و زمان مهانت میکنم کسانی که واژه دین دین جزء فطرت انسانی جزء فطرت آدمیت مثل غذا خوردن مثل راه رفتن شما اگه گرسنه باشین کسی بهتون یادآوری نمیکنه ما خودمون متوجه میشین گرسنه هستیم دین هم برای راهنمایی بشر اومده حالا اگر در همه طبقات هستش افرادی هستن که سجو هستن به نفع خودشون علاقه من به این دنیا هستن و برداشت های بر... مثلا تفسیر به رأی خودشون رو میکنن به نفع خودشون ولی این من و شما هستیم که نباید اجازه بدیم که دیگران با ما این رفتار رو بکنن اگر اطلاعات کسب بکنیم راجع به دینمون چه مسیحیت چه یهودیت چه اسلام چه بودایی چه زرتشتی اگر ما اطلاعات راجع به ادیان دین خودمون داشته باشیم کسی دیگه نمیتونه اظهار به اصطلاح برداشت‌های خودش رو تفاسیر به رأی خودش رو به ما تحمیل بکنه و کسانی که واژه دین الان ناراحتن بدونن دین یک علمه خود دین یک علمه و هیچ علمی هم قدرت ارز اندام در مقابل علم دین رو نداره علم فعلی ما که این همه به قول بعضی ها جلو رفته درست مثل یک طفل تازه متولد شده در مقابل پیر مرد ساله است علم دین علم بسیار بسیار وسیع و برای نجات راحتی بشریت اومده اتم رو که کشف کردن خب یه عده سودجو یه عده دنیا پرست یه عده خودخواه یه عده بیمار اومدم اتم بمب ساختم برای کشتار آیا کسی که بمب کسی که اتم رو کشف کرده باید مورد سوال قرار بگیره یا این افراد بی بهترین لغت میشه استفاده بکنم کسی که اتم رو کشف کرد کشف نگرد که <applause> روزی بمب بسازن خب یه این کار کردن دین هم خداوند فرستاده برای اصلاح مردم برای راحتی ما برای فهم بیشتر ما برای اینکه بریم و فکر کنیم و بفهمیم در زندگیمون چیکار میخوان بکنیم ولی یعنی خب یک عده متاسفانه برداشت های به رأی میکنن به نفع خودشون و بعد میخوان در ما تحمیل بکنن از کردن تمام یا به همین شکله اما اگر ما خودمون بریم دنبال دین و خودمون بریم تحقیق کنیم از کسانی که آگاهی دارن بپرسیم با فکر خودمون بسنجیم و وقتی که از واجه دین خیلی خوشمون بیاد حال در دین فرمودن که از راه درست باره بچین وارد خانه میخوام بشین از دیوار نرید یعنی چی؟ یعنی که هر کاری میخوایم بکنیم از راه صحیحش بریم جلو و وقتی که توکل به خدا بکنیم وقتی که در مقابل حضرت حق تسلیم محض باشیم و بگیم خدای تو وکیل ما زندگی ما رو بگردون و خودمون در راه درست باشیم مطمئن باشید که به هدف خواهیم رسید چون او دلسوز ماست از پدر مادر به ما دلسوزتره و اون خیر ما رو میخواد خیلی چیزا هستش که ما تشخیص نمیدیم خیلی چیزا هست ما که ما نمیدونیم که خیر ماست یا شر ماست میرید یه معامله ای بکنید یه خونه ای بخرید نمیشه صدامون بلند میشه ما که پول داریم ما که همه چیمون درسته چرا نمیشه به نفعتون نیست چون خداوند درست اون مال به شما داده اما البته نباهمه، با همه با خیلی ها که مورد عنایتش در تصمیم گیریشون شراکت میکنه درست مثل شما که پول فرزندتون میدین فرزندتون میره برای خرید شما از دور فرزند میخواد چیزی بخره که به دردش نمیخوره شما میرین جلو نمیذارید میگه با این پول خودم بله پول من به شما دادم مال توه اما نمیذارم هر چیزی رو بخری چیزی که به نفعت نیست باز چی میخواد بخری خداوند با بنده هاش که روشون عنایت داره البته اون به همه انایت داره اون رحمانیتش شامل حال همه هستش ولی خب با خیلی هم با رحمیتش رفتار میکنه و همین جهت دخالت میکنه در تصمیم گیریشون ولی توکل به این معناست که اگر شما چشم از همه ببرین و فقط به او بخواید بنگرید به, به او نگاه بکنید و تسلیم محض او باشید و کارتون رو درست انجام بدین در راه درست باشیم خدا نکرده قصد حق بازی کلک دروغ گفتن ریا کردن زیر پای خالی کسی رو خالی کردن نک... نداشته باشیم، مطمئن باشیم به نتیجه میرسین حالا کسانی که میگن که ما این کار کردیم موفق داشتیم یه مقدار برن مجددا بررسی بکنن که این کارو نکردن چون اگر دل باشن با خدای بزرگ و اون وکیل خودشون قرار بدن و به او توکل بکنن و بگن اونچه که تو میخوای ما میپذیریم مطمئن باشیم به خواستاتون میرسیم ببخشید میگن ای یک دل یه صد دل دل یک دل کن از هر چه به غیر دوست از دل یه لکن یک صبح بیا به صدق بر درگه ما گر کام تو بر نیامد اون گه گله پس توکل معنیش این که خداوند رو به عنوان وکیلمون ساب اختیار خودمون تامل اختیار خودمون و زندگیمون انتخاب بکنیم و فقط به او دل ببندیم از کسی امید نداشته باشیم هرچی در دور برمون هست دوست آشنا رو بذاریم کنار بگیم با وکیل داریم و اون وکیل کارش انجام میده و مطمئن باشیم به نتیجه خواهید رسید اینشاالله مسئله دوم خانمی سوال کرده بودن که تنها هستم با سه بچه اما نفرمودن که شوهرشون طلاق گرفتن یا فوت شدن به حال یه مقدار مشکل براشون پیش اومده که میگی نمیدونم چیکار بکنم هم بیرون باز کار کنم و م... خونه خب این مشکل رو خانم تنها شما ندارین خیلی هستن در اجتماع که این مشکل رو دارن حالا یا اگر مسئله طلاق پیش اومده یا با فکر این کاری کردین یا مجبور بودین یا نکردین اون از ما با اوناش دیگه کار نداریم چیزی گذشته و رفته الان شما در این شرایط هستین سوال از شما دارم شما اگر سواری قایقی باشین با بچه هاتون و در داخل یه رودخونه یا دریاچه ای و این قایق به دلیلی خراب بشه و از بین بره و یا آب واردش بشه و شما بچه هاتون در آب بیفتید چیکار باید بکنید باید بشینید گریه بکنید یا بذارین بچه هاتون غرق یا خودتون غرق بشین باید تلاش بکنیم باید شنا بکنید و همین توکلی که سوالی کرده بودن اینجا شما آمد نظر بگیرید که توکل به خدا بکنید و تلاشتون رو بکنید و سعی کنید خودتون و بچهاتون رو از این آب دریا یا از این آب دریا چی نجات بدین و نظارین قرار بشن شما الان در شرایطی هستین که تنها هستین حالا کمک از شوهر میرسه یا از کنم چون نمیدونم شوهر فوت شده اینکه طلاق گرفتین به هر حال شما روی چی حساب نکن رو خودت حساب کن و خدای خودت مطمئن باش خداوند این قدرت رو به تو خانم عزیز داده هم بدنی قدرت بهت داده هم فکری بهت داده هم قلبی و احساسی فقط باز پیشنی با خون سردی توکلت به او بکن و ببین چیکار باید بکنی ساعت کارت تنظیم بکن البته دست باد بستست میدونم ولی مطمئن باش اگر دو عمل بکنی قانونی بری جلو چه نظر قانون خدایی چه قانون مدنی خداوند کمکت میکنه اینو باور کن که خداوند کمکت میکنه یه برنامه کارتون تنظیم بکنین برنامه خونتون تنظیم بکنین مراقب بچه ها باشین به صرف اینکه تنها هستین بچه ها رها بکنین یا توجه بهشون نکنین یا بگی خب من شما حالا احتیاج خودم به تفریح دارم شما از خیلی خواستاتون هست متاسفانه بگذارید چون شما هم پدر هستید هم مادر برای این بچه ها و اگر درست بکنین فردا اون بچه ها جوابوی محبت های شما هستند و اگر خدای نکرده بی توجهی کنین باز جوابگو خواهند بود درست شما زحمتی میکشین این مسیر راه شماست مسیر زندگی شماست شما باید به گل بشینی درخت وجود شما باید به گل بشینه قبلا من ارز کردم یه درخت باید در سرزمین خوش آب و هوا و زیر باران مثل پرتغال به گل بشینه یه درختم مثل سنجد باید در کویر به گل بشینه این مسئله خداوند برای شما تعیین کرده و البته تنها نخواهد گذاشت ولی تا میتونید شما مهم نیست چه اطرافتون چی پیش میاد شما رو هر برید شما درست عمل بکنید و ازش مدد بخواهید و قول بودم که انشالله حل میشه مشکلتون و میتونید زندگی رو رو چرخک بیفتین و اولش مقدار مشکله هر چیزی اولش مشکله ولی بعد یه مدت دیگه عادت میکنیم و خیلی راحت داریم کنترلش بکنیم امیدوارم که موفق و معید باشید اما برنامه ما امشب میریم به سراغ تربیت فرزندان انشاءالله که کارم آقایی که ازدواج کردن برحال خدا بند فرزندی بهشون میده انشاءالله اما در تربیت فرزندان باید چی کار بکنیم همه آقایون دکتر روانشناس ها میدونن و کسانی که در مورد زندگی و خانه و خانواده برنامه هایی دارن و اطلاعاتی دارن و تحقیقاتی دارن میدونن که برای هر چیزی تایم مشخصی وقت مشخصیه اگر ما بچه ای که پا به وجود گذاشت خود خب تا چند سال که حالت مقال معروف و شیطنت و کوچیکیش و, و مراقبت ها باید باشه ولی از زمانی که دیگه فهمید اه که اه میتونه تشخیص بده باید از همون موقع پدر و مادر هر دو دست به دست هم بدن و بچه رو تربیت بکنن اگه کار بده انجام داد به نحوی بهش بفهمونن که کارش بده حالا میگین که خب بچه نمیفهمه نه میفهمه بچه خیلی زرنگه اگر آبی رو مثلا آب جیروژین جلوش, جلوش زد ریخت باهاش صحبت بکنید بهش بگین آب رو از بریزی هر بار اینو تذکر بدیم بهش درش اثر میکنه اگر بخوان اون موقع اهمیت نده میگه خب بچه هست و فلان به همون شک بار میاد دیگه تو دو سن دوازه سالگی نمیتونی بهش بگی آب نریز چون دیگه فکر کرده که جزو وجودش واسه این کار بکنه فکر کرده جزو کار معمولیشه که خیلی هم هستن در اجتماع که خیلی کار را میکنن وقتی هم ازشون ایراد بگیری اینا باور نمیکنن فکر میکنن که این باید این کار را انجام بدن آقا این کار باید را انجام میدی آقا این کار ظلمه ولی فکر میکنن که کار عادی شونه معمول این کار هستن چرا اینها تربیت صحیح نشدن بچه رو باید از همون کوچکی زمانی که فهمید همونقدر که میخوام بس میفهمه باید مراقبش بود نمیتونیم بچه رو بذاریم یا آب و غذا جلوش بذاریم بعد بریم خودش میخوره حالا بزرگ میشه یاد میگیره نه از کی یاد میگیره شما یک دونه گیاهی اگه بخواید بکاری اگه مواظبش نباشین یا کج در میاد اما اگه مواظبش باشین چند وقت به چند وقت دوره برش پاک کنین به صورت چوب بذارین که این راست فاکس راست بونم میشه وگرنه کج میشه بچه هم به همین شکله شما بچه یک میوه خدادادی است برای شما یک هدیه خدایی است برای شما شما پدر مادر مسئول تربیت این بچه هستیم. زحمتی که الان میکشین خیلی براتون کم زحمتتره تا تا این بزرگتر بشه بخواین درستش بکنید دیگه مشکل میشه بچه تا یک سنی قابل پذیرش راه درست یا تربیت هستش اگر بخواین شما اون اهمیت ندین و بگیم حالا کوچیک حالا کم کم بزرگ میشه مطمئن بشین که کم کم مشکلات شما بیشتر و دیگه حوصله ندارین الان هست که شما بچه ای که وقتی فهمید گفت من آب میخوام غذا میخوام بس میفهمه آب غذا چیه از اون لحظه است که باید کنترل بکنین که تمیز غذا ها بخوره اگر ریخت غذا شو خب نمیتونه بچه هست. قبول ولی شما باید پاک کنین و بهش تذکر بدین نگران این نباشین که زبان شما رو نمیفهمی شما بگین بهش موقع خواب سعی کنین که سر یک ساعت معین بخوابه که یاد بگیره برنامه ریزی رو دیگه بذارین کنار به خصوص شما خانم عزیز رو حس مادریتون رو علاقه با رقیت دلتون و اینکه عاشق بچه هستی فکر نکنین که اگر بچه رو آساد بذارین کار خوبی کردین نه براش برنامه ریزی بکنین تا این ساعت میتونه بیدار باشه تا این ساعت میتونه خواب باشه بچه به سنسار میرسی که از براش میگیریم در خرید اسباب بازی خیلی سعی کنین که خانم عزیز و آقای عزیز مراقب باشین چون شما اگر یه دونه بادکنک هم بخرین مثلا یک دلار برای اون بچه فرق نمیکنه اگر بخواین یه یاقوت هم بخرین یه میلیون دلار براش فرق نمیکنه بچه هست تشخیص نمیده که ارزش اینها چیه بعد اسباب بازی زیاد براش نخرین چون همون اسباب فقط فکر نکنید یک وسیله بازیه این بچه رو به فکر میبونه بره که این بچه میخواد تشکیل بده این چیه یه عروسک میخواد میونه این خودشه کوچولوئه فکرش را میفته تشخیص بده این چیه اما سه چهار نوکی میخریم براش بچه رو گیج میکنید شاید بعضی ها مخالف عقیده ای من باشه خب همه همه محترم بر من ولی اگر شما یک اسباب بازی این بچه بخرین تا یه مدت بذارین با همون اسباب بازی بازی بکنه وقتی میگه از باز کرد بلند شد بیارین جلوش از بازیش رو بذاره مرتب بکنید و بهش بگین بازم شما نگران این نباشید که حرفتون میفهم یا نمیفهمه شما بگین بگین عزیز من از بازی از این تو بزاری مثلا شب میخواد با از بازیش بخوابه خیلی خوب بخوابه ولی صبح اگر بدون از بازیش رو شما پایین دستش بگیریم ببرین دم تخت خوابش بگین رو از همراه بیاری که بدونه با دوستش با یک رنگ و هم باشه از همون فولیت از همون عروسک بازی بهش یاد بدیم بی توجهی نکنید یه مقدار سخته بله هر چیز خوبی سخته گنج در آوردن هم سخته ما زمانی میتونیم از نتیجه لذت بخشی داشته باشیم از کارامون اینکه زحمت بکشیم همه رو نگیم که خب خالش بزرگ میشه یک آن اگر قفلت بکنیم پشیمانی زیادی برامون در آینده خواهد داشت کم کم این بچه بزرگ میشه شما تا اینجا باید فقط نگهداری ازش بکنید اون مسئولیتی نداره اون فقط مسئول یادگیری داره و شما مسئول مواظبت و یاد دادنش هستین سعی کنید شبا که میخوابه ولو هر چقدر کوچیکه وادارش کنید دهنش بشوره شما این کار براش بکنیم. سعی کنیم که اگر شیطنت میکنه بهش تذکر بدیم با دوست شما نیستین صحبت کنیم بچه رو ول بکنین نه اول دنبال بدین. چون شما مسئول آینده این بچه هستین چون شما میتونید از این بچه یک آدم عاقل درست کنید و میتونید آدم وحشی درست بکنید شما مسئول هستین مادر به خصوص مادر روی دلسوزی قدم بعد برای بچهتون تون بر نداریم فکر نکنید که خب بچه‌مون رو با این خوشحال اب نداره نگاه کنید که آیا این بزید نفشه یا نه ممکنه یه بچه مثلا در سن 5 4 5 سالگیش بعد پدرش مثلا حالا سیگار این ادای سیگار کشیدن در بیاره نذارید این کارو بکنه مداد دستش میگیره مثلا ادای پدرش رو در بیاره شما میگی آخه صاحب قشنگه نه نکنید این کارو چون این بچه کم 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 درش اثر منفی میذاره هر کاری که شما تشخیص میدین که برحال می به هر حال خودتون گذروندین زندگیتون رو میبینید چه کارهایی در الان بهتون لطمه میزنه چه هایی روی کردین که نباید میکردین نزنین برای بچه خودتون همونا رو تجربه خودتون بکنید سعی کنید این کتاب های کوچیک بگیرین جلو بچه باز کنید هر اینکه که اکثر رو نشونش بدین ولی این کار رو بکنید وادارش کنید که روزی یه رو دلوقت دلوقت کم کم پلوش بشینید عکس این کتاب رو نشون بدین که این به واژه کتاب آشنا بشه به شکل کتاب آشنا بشه بلا که اکسا رو ببینه کم کم همینجوری که بزرگ میشه شما سعی کنید که شبها موقع خواب حتما براش داستان بخونید با همون لباسی که از صبح بوده تا شب نظرین بخوابه سعی کنید حتما لباس شبش تنش کنه یک لباس مخصوص بذارید که این لباس شبته با این لباس نمیتونی بخوابی ولو اینکه خواب لباس از تنش در و صبح بهش تذکر به این شما دیشب لباس خوابتون نپوشیدیم. شما خانم عزیز آقای عزیز فکر نکن بچه دو سال است شما با یه بچه دو ساله مثل بچه دوازده ساله رفتار بکن شما بگو بهش من به شما قول میدم اثر میذاره. همینجوری بگین در ذهن بچه میمونه درست ممکنه اون لحظه نفهمه اما کم 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 براش باز میشه ولی شما این کارت رو بکنید شب حتما لباس رو عوض کنید نظر محمد همون لباس که از تا شب بوده بخوابه حتما موقع خواب باید دستورتش بشوره شما بشونید شما دستورتش بشونید و بهش بگین در این حال که این کار میکنین بگین حرفم بزنید سمعی بسری به که هم ببینه هم بشنوه بگین تو صورت شب بشورید دو بار سه بار تکرار کنید آقا بچه یه سالت متوجه نمیشه شما نگران نباشید شما این کارو بکنید این سازی است که بعدا صداش در میاد شما توقع نداشته باشین بچه یک سال از شما تشکر کنه بخاطر اینکه بهش صورت بشور یا صورت چه میشین از تشکر بکنه نه شما باید این کارو بکنید چون اثر میذاره در بچه همونقدر که میگین صورت باز بشوری صورت باز بشور. این در ذهن ناخودآگاه بچه اثر میمونه و بچه به خودش میاد اگر از دست به چیزی زد بلافاظه دست به قضا و میوه و سیبی میوهی بزنه دست حتما بشورید و باز هم بگین باید دست بشوری باید دست تمیز باشه به سنش نگاه نکن خانم عزیز آقای عزیز به سن بچت نگاه نکن ولو یک سال است باشه بهش بگو باید دست بشوری و دست چه بشور و بگو باهاش صحبت کن و همین شک بچه کم کم با یه حالت مرتبی میاد اگر عمل بدی انجام داد نمیخواد بچه رو بزنید زدن معنی نداره سعی کنین بهش بگین باز حرف بزنید این کار شما بد بود این کار نکن این کار رو نکن بعد این بچه کم کم بزرگ میشه تا یه سنی ایشون میتونه بگیره بعد اون تقریبا دیگه عالم دیگه ای میده دیگه شما نمیتونید حرفی که به بچه که در سن پنج سالگی هست وقتی به سن پونزده سالگی بزنه برسین به خصوص در این شرایط زندگی و اجتماعی فعلی که بچه دوازده ساله میگه This is my life زندگی خودمه ما هنوز به این سن سال همیتون هم ندارم به پدر میگم زندگی منه خب اون زمان گذشت الان زمان فعلیه مراقب باشین بچه‌تون. چی نگاه میکنه به چه برنامه از تلویزیون نگاه میکنه برای اینکه خیالتون راحت باشید مثلا میخواین راحت با دوستون صحبت تلفن تلفنتون در اختیار بچه‌تون نذارید که سرش گرم بشه باید مراقبش باشین که به چه چیزهای علاقه داره میتونی تشخیص بدید اگر می بینید اون مذره از همونجا متوقفش بکنید نزارین بره جلو به صرف اینکه میخوای نیم ساعت با دوستتون مثلا راحت صحبت بکنید شما با دوستتون بعدا هم میتونید صحبت بکنید اما این نیم ساعت رو که میتونید با بچه سر کاله بزنید دیگه به دست نمیارید چون بچه دیگه درش میشینه همینطور که کار بد اثر میذاره کار خوب هم اثر میذاره همینطور که کار خوب موثره برای بچه متاسفانه کار بد هم مزره براش هیچ وقت به سن بچه نگاه نکنید که چون بچه‌مون کوچیکه حالا نه بزرگ میشه یاد میگیره نه هیچ وقت نمیگیره هیچ وقت نمیگیره بچه توی خانواده توی گلدان خانواده این گل داره بلند میشه بزرگ میشه اگر بخوایم به این گل نرسیم این گل به هر طرفی میره و اون وقت جمع جول کردنش در آینده مشکله کما اینکه الان داریم میبینیم ما آقا به سگ و دختر خانم 15 16 سالشون هستش برای خودشون یه فرمانده هستن اهمیت به حرف پدر مادر نمیدن تربیت اجتماعی ندارن رعایت نمیکنن بزرگ کوچکی رو هر وقت دلشون بخواد میان هر وقت دلشون بخواد برن هر برنامه دلشون بخواد میبینن. اینها چیه اینا چیه دلسوزی های بی پدر و مادر در موقع کوچکی ها اگر شما از اول بچه که داره رشد میکنه مثل یک باقبان که به گل میرسه هر روز مراقب باشیم با کی در دوستی میکنه نگاه با دوستش بکنیم ببینیم اون چه کارایی میکنه چون اون چرا که اون دوستش میکنه اثر مستقیم رویشون داره اگر میبینید اون خانواده اون بچه دوست بچه شما بهش نمیرسن اون یاقی شده نذارین با بچهتون زیاد سر کله بزنه چون این بچه هم مثل خودش میکنه مسائل کوچیکیه اما در ظاهر کوچیکه برای باطن خیلی قوی داره میتونه زندگی بچهتون رو داغون بکنه منخدم بکنه و در عین حال میتونه اگر دوستش خوب باشه میتونه بچه شما رم ببره بالا فرقی نمیکنه دوستی که در خانواده شما هست که با این سن و سال هستیم با دوستی بچه فرق نمیکنه دوست میتونه خیلی راحت دوستی رو تغییر بده ولی متأسفانه چیزهای بد چون لذت آنی داره موفقتر از چیزهای خوبه و همینجا از شما باید مراقب باشین ببینید چه کسی با بچه دوسته ولی اینکه که کوچیک اینکه ولی اون که سه ساله هست چهار ساله است، اون بچه پیور و صافه هر چیزی که توش بیفته زود نقش میگیره مراقب باشین که بچهتون با کی داره معاشرت میکنه به صرف این که فامیلمونه دخترم موشه پسرم موشه مثلا بردر زادم خوهر زادم هیچ دلیل نمیشه سعی کنین ولی اون فامیلتون باشه میبینین که بچه ناجوریه نزنین با بچهتون معاشرت بکنه یه بچه هستش که هر می میکنه نزنین بچهتون باش بگرده بعضی میگن با بچه آزاد اون نه اشتباه محضه همین فرهنگ غلط هستش که میگن بچه آزاده ولش کن بچه بزرگ هر کاری میکنه بزرگ میشه یادش میره نه ندیشه ما داریم میبینیم الان شما اگر زحمتی بکشین ظاهرا سخته اما اوائل از کردم سخته کم کم این بچه یاد میگیره باید روی قانونی بیاد بلا روی قانونی زندگی بکنه خب بچه در زمانی که کوچیک استال دوست داره مثلا باباش که میزنه مامانش میزنه شما کم کم باید این کارش متوقف بکنید درسته لذت بخش براتون اما این لذت بخش بودن آنی شما بعدها برای اون بچه مزره چون که یاد میگیره تو کوشو باباش بزنه تا یه حدی یه بار دوباره اشکال نداره ولی بعد متوقفش کنید نزارین و بگین بعد این کار خب بچه داری سن میرسه که کم کم به خصوص در وضع امروزی و پیشرفت الکترونیک و تلفن ها و آیپد های مختلفی که هستش خب خیلی راحت دسترسی میتونه به همیشه داشته باشه شما باید مراقب باشین خب بچه پا به مدرسه میذاره بیشتر وقتش رو در مدرسه با مردم با بچه های دیگه سر میکنه چون خونه هم که بیاد چند ساعتی بعد میخواد بخوابه باز فردا میره مدرسه شما پدر مادر وقتی بچه از مدرسه میاد به هر شکلی که میتونید و خانم شما با اون زیرکی خانمانهی که داری با اون محبتی که داری بچه رو بنشون و صحبت کن باهاش از فرهنگ خودمون بهش بگو بهش بگو که ایرانی هستی شما هرچی صحبت بکنین کم کم اون صحبت هایی که تو مدرسه شنیده از فرهنگ های, و فرهنگ های مختلف کم کم این صحبت شما اثر میذاره واقع نکن تسلیم نشین بگین هر روز شما این بچه که از میاد ازش بپرسین چه خبره و بعد در مورد حول و حوش همون مسائلی که براش اتفاق افتاده باش صحبت بکنین منتا با دید فرهنگ خودمون مسئله استفاده نکنن مواد مقدر و شما الکلی رو مرتب تذکر بدین هر روز تذکر بدین روز تذکر بدین باش صحبت بکنین که این بچه اون خوی و روش دیگران رو که با فرق مختلف در مدرسه هستن یاد نگیره و فرنگ خودش فراموش کنه الان ما میبینیم نوروز داریم و نوروز ما سابقش خیلی 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 بیشتر از مراسم های دیگه که در اینجا و اروپا برگزار میکنن ولی الان متاسفانه بچه های ایرانی کریسمس که میشه خیلی پروبال دارن ولی نوروز ما خبری ازشون نیست مقصر کیه؟ ما پدر مادر هستیم وقتی که کریسمت میشه هر بچه الیسی میده پدرش که ما اینا رو میخوایم برای کریسمس و پدر مادر میرن تهیه میکنن و وقت نمیذارن و حوصله نمیکنن با بچه ها صحبت بکنن راجب فرنگ خودمون خب اون بچه هم متوجه, متوجه نمیشه گناهی نداره ولی اگر کریسمس میشه وقتی یه لیست شروع گذاشت بگید نه شما یک کاره کوچیک بیشتر نمیگیرید باقیش رو نوروز میگیرید کم کم علاقه بچه ها به طرف نوروز و فرهنگ خودمون بیشتر میشه خب اگر بنا باشه به همین راحتی فرهنگ چند سالمون از بین بره واقعا ما مسئول هستیم پدر مادرها مسئول هستن این بچه های دبلکه اینجا بزرگ شدن یا کوچیک بودن پاشنه در اینجا گذاشتن چه در اروپا چه امریکا استرالیا هر جای دیگه خارج از ایران هر کشوری یه مراسم خاصی برای خودش داره جشنایی داره ما دلیل نمیشه که جشنهای خودمون رو فرهنگ خودمون رو نابود بکنیم فقط به صرف اینکه اومدیم در کشور خارج و گناه هم گردن کسایی دیگه ما مسئول هستیم پدر مادرها مسئول هستن. و بابت این مسئولیت باید پاسخ بدن در آینده کریسمس میشه با چهار بنشونیم این ما نوروز داریم براشون روش روشن بکنیم خیلی خوب شما حالا کریسمس در اینجا هستین باشه ما درخت سبز هم داریم برای اینکه بخوایم به قول معروف احترام به ایده ای دیگران بذاریم ما هم این کاره میکنیم چراغمونی هم خونمونی میکنیم ولی هدیه اصلی شما نوروز خواهد بود به نوروز صحبت بکنید راجب خاطرات خوب نوروزی صحبت بکنیم راجب پولهای نوعی که میگرفتیم صحبت بکنید اینها رو در بچه ها زنده بکنید نذاریم بچه به این آسونی از مسیر فرهنگ خودمون حرف بشن بهشون یاد بدیم که احترام و بزرگترها رو باید داشته باشن این وظیفه من و شما پدر مادره که باید بچه این اونچه های کوچیکی که خداوند انایت کرده به ما داده باید ما تربیتشون بکنیم بهشون یاد بدیم به بزرگتر احترام بذارن جلو بزرگتر پاشون رو دراز نکنن این فرهنگ قشنگ و غنی کشورمون رو و دودمانمون رو به راحتی از بین نبریم من دیدم بچه های ایران متاسمانه در اینجا که چجوری عمل میکنن با پدر مادر با بزرگترها چجوری عمل میکنه چه ادایی در میارن که والا بچه امریکایی هم, هم چه ادایی در نمیارن چرا چون مشکل ما پدر مادر هاست. ما نخواستیم وقت تلف کنیم برای این بچه یا یا روی دلسوزی هرچی خواستن در اختیارشون گذاشتیم خطایی هم کردن خودمون تابع قوانین اینجا کردیم مواز که بچه رو بزنی که هم چیزی نیستش با زبان صحبت بکنیم یادآوری بکنیم اگر خلافی کردن تنبیه نکنید بنشونید و با صحبت بکنید و ورزنده کچکم شاید بوده 16 سالش بود در یه مهمانی دوستاش که رفته بود من خبر داشتم که ایشون یه لیوان آبجو خوردن خب مادرش اون عصبانی شد و آره این بچه چیزی گفتم بیا باش صحبت میکنم اومدم باش صحبت کردم گفتم بابا جان ما 16 سالته یه مشکل برای خودت مردی شدی ولی خوردن آبجو و مشروبات کم کم از آبجو میره تو مشروب و بعد چیزای دیگه برات مضره و ثابت کردم براش بدونی که اخم تخمی بکنم گفتم تو یه جوانی هستی دیگه نمیتونم بزنم که یا نمیخوام بزنمت که یا نمیخوام به توهین بکنم خب 16 سالته ولی وظیفم هست که بهت بگم که چه کار درست چه کار اشتباه این کار اشتباه و آنچنان ایشون تحت تاثیر قرار گرفت گفت بهت بدر قول میدم که تا آخر عمرم رب بچیتی نزنم. خب به اگر جوانم بچه اون می گفتن به دیوانه می گفتن برو کنار جوان اومد تمام وجود جوان شهبته به حالت یاری مانند داره قدرت داره انرژی زیاد داره با بچه نباید کل بزنی یا عصبانی بشی باید روشنش بکنیم اول با دلایل روشن با منطق صحیح که نوید دستت کار سازه حالا اگر بعضی ها یاقی باز در بردن راه های مختلف دیگه ای داره که اونی که دلش میخواد در اختیار شماست بهش ندیم دل سوزی بزرگ بذارین کنار چون تربیتشه بچه دای سالی قدرت یادگیری داره برای تربیتش ما که و به صرف اینکه بچه و جیگر, جیگر به اصطلاح میخوایم خوشحالش کنیم نباید هر چیزی رو در اختیارش بذاریم یا هر چیزی که اون میخواد بهش بدیم باید ببینیم چه چیزی به نفعشه این حقه پدر مادره چون الان قدرت دست شماست اون بچه در مکتب شماست داره تحصیل میکنه پدر مادر عاشق بچه هم. دلشون میخواد بچه همیشه خوشحال باشه بخنده هر چیزی رو مفت بهشون ندیم یک چیزی که در ازای اون قبلتر اخلاقی و تربیتی مؤثر ازشون بخواهیم پسر میخواد بره مثلا شب سینما اولا تحقیق کنیم با کی داره میره چه فیلمی داره میره کجا داره میره کدوم سینما داره میره و اگه لازمه که حتما تا یه سن سالی حتما شما خودتون در مادر سوارشون کنون ببرید و برشون گردونید برای اینکه از خونه بره بیرون شما راحت باشین نگی برو خلافه ببینید چه فیلمی رو میخواد ببینه این دیگه در اختیار شماست خب شب میخوام برید سینما بله اتاق تمیزه اتاق تمیز کن به این شکل یادش بدین عادتش بدین که اگر چیزی از ما میخوای ما بهت میدیم حرفی نداریم اما یه بس به او بدی به ما هم نه به خودت بده اتاق نتمیز کن لباسات مرتبه همینجوری نگیم خب برو بابا برو نه خلافه در نتیجه چی میشه سالگیش میشه در رو در میکوبد در میره بیرون شما هیچ قدرتی هم ندارید چون دیگه دیر شده اون وقت میشتین تاسف میخورید قصه میخورید تا مخاطب بیاین نمی‌دونید کجا رفته نمی‌دونید با کی رفته نمیدونید چیکار داره بیرون میکنه چون کارتون انجام ندیم پدر مادر عزیز خودتون رو سرزنش کنید چون کاری که باید میکردین نکردین همه این ما فرق نمیکنه ولی در از اول همینجور که یه ماشین نو میخریم مراقبیم که لک دوش نیفته روغنش به موقع عوض بکنیم بنزین توش بزنیم تمیزش بکنیم بچه که خیلی عزیز تر از ماشینه خیلی حساس تره ماشین خراب شد ماشین دیگه بخری بچه خراب شد چیکار میخوای کنی تا آخر اون بیخری شداره. باید تحملش کنی و اون وقت که سخته. پس اون سختی اون موقع رو میان به سختی آن حالا بس کنیم یه مقدار وقت رو با دوستان میشه معاشرت کرد وقت زیاده مهمانی رفتن وقت زیاده صحبت کردن تلفنی وقت زیاده دیدن تلویزیون و برنامه های تلویزیون زیاده اما تربیت بچه وقتش کمه اونقدر شما فرصت ندارید یک اشتباهی که شما بکنین اون بچه رو در یک راه دیگه پرت میکنید پس اگر سعادت هاتون رو میخواید باید از راحتی خودتون بزنید هیچ چیزی مجانی گیر نمیاد تا کار نکنین پول گیرتون نمیاد بچه خوب میخوایم باید تربیتش بکنید باید سعی کنید بچه رو وادار کنید که اطلاعات راجب به همه چی ولو به اندازه ای که گریم خودشون از آب بکشن بیرون داشته باشن با که بحث من برنامه من مذهبی نیست ولی من به اعتقاد دارم و باورهای خودم احترام میذارم الان میبینم جوانهایی که نسبت دین به طور کلی فرق نمیکنه اسلام باشه مسیحی باشه یهودی باشه زرتشتی باشه چه رفتار میکنم و خدا رو چیز دیر چه سوالات خنده میذارن وقتی هم باشه صحبت میکنی هیچ اطلاعی ندارن فقط حرفایی که از این اون شنیدن اینو بهشون یادآوری کنیم یا بابا جان این صحیح نیست از حرفی که از هر کسی میشنوی همونو ملاک قرار بدی و روش قضاوت بکنی برو تحقیق کن خب همین شخص فا ازدواج میکنه میگن خبر بهش میدن که خانم مثلا در فلان ما دیم بدون این که بره تحقیق بکنه میاد و شمشیر میکشه برای زنش یا زن برای مردش این وظیفه شما پدر مادره که بایستی به بچه یاد بدیم که اولا هر حرفی رو قبول نکن سعی کن حرفی رو نشنوی بعد میشنوی تحقیق کن چون زمانی که شما با یه نفر میخواین در دل بکنین من با شما دارم صحبت میکنم موقعی که من با شما صحبت دارم میکنم نه دوربین فیلم برداری هست که صورت من رو شما رو بگیره نه ضبط صوت هست که کلام ما رو ضبط بکنه من مثلا از دوستی مندم شما میرید این خبر رو به اون شکلی که دلتون میخواد پخش میکنید و در نجه اون دوستم ناراحت میشه شاید شما منظوری نهشته باشین و وای بالا موقعی منظوری نهشته باشین الله و علم. که چی پیش میاد پس ما باید بچه همون یاد بدیم که هر حرفی رو قبول نکنن و اگر حرفی بیشتر من روش تحقیق بکنم مطمئن بشن که این حرف درسته بی خود دران یه خیلی دوست بگیرن و پرخاش بکنن قضاوت عجولانه نکنن این وظیفه من و شما پدر مادره که باز بچه همون یاد بدیم بچه که تفکر چیزی نمیدونه این وظیفه ماست بهشون یاد بدیم که قضاوت عجولانه نکنن هر حرفی رو بدون تحقیق قبول نکنند راجع به مسائل زندگیشون برن اطلاعات کسب کنن یه مقدار آشنا باشن الان مشکلی که الان در جامعه وجود داره و یه عده ضد دین بلند شدن در تمام مذاهب به خاطر اینکه خودشون گناهکارن. چون چیزی رو تحقیق نکن راجع به دین هیچی نمیدونن و در نتیجه کسانی که به اصطلاح در حال سوء استفاده کردن از این مثلا هر چی تصمیم رأی خودش می‌گیرن رأی به اصطلاح تفاصیل به رأی میکنن و و بعد شایع میکنن آقا میبینه با فکرش تحقیق تحقیقم نکرده و نمیکنه همینو ملاق قرار میده وقت روزگار خودش به سیاهی میرسونه این وظیفه ما هست که اولا هم خودمون تحقیق بکنیم و هم به بچه ها یاد بدیم همش نشیدیم جلو بچه پای تلویزیون کتاب در کتاب بخونیم به بچه یاد بدین که کتاب به بچه یاد بدین که درست عمل بکنه شب شده ولا با یه رب نیم ساعتی که با سر کله میزنین یه مقدار سوالات اجتماعی ازش بپرسین بپرسین وقتی به جمع میره چی کار باید بکنه بهش یاد بدین بهش بگین که اگه وارد اجتماع شدی بزرگتران جسن باید چجوری وارد بشی بهش یاد بدین چجوری لباس بپوشه من در این جامعه امریکایی دارم میبینم واقعا چه قوم بد لباسی هستن یاد. نه اینکه بگی سلیقش اومده نه بلد نیستن بپوشن کسی بهشون یاد نده چجوری لباس بپوشن چجوری با مردم رفتار بکنن با بزرگتر چجوری رفتار بکنن ادب رو نشون بدن مثل کلاق نباشه که دنبال رو رفتن کب میره که رفتن خوش میگادش بره که متاسفانه اکثر بچه های ایرانی من در جای میرم همینن نه فرهنگ ما رو بردن نه فرهنگ این رو درست انجام میدم و اینها مقصر پدر و مادرم یا بی حوصله بودن یا فکر کردن فرهنگ اینا خیلی بالاست این وظیفه پدر مادر هست که بچه رو روشن بکنه خودش تجربه کرده میدونه چه کارهای بده و چه کارهای خوبه چیز روشنیه مردی که سن سال کسی که به سن سال دیگه خیلی تجربه داره خیلی تجربه داره خیلی جای خوب بد انجام داده یه خود وقت با بچهش تلف بکنه اگر بچهش که متاسفانه در اینجا بین ده کلمه حرف میزنن هفتش داشت فقط حرفای ناجوره که متاسفانه استفاده میکنن اگر شنید بچهش داره استفاده میکنه نمیخواد با دعوا این کارو بکنه بنشونتش و باهاش صحبت بکنه که تو حق نداری چه حرفی رو بزنی به این دلیل به این دلیل بی ارزش میشی اونهایی که مثل تو هستن تو این حرفا رو میزنن بله ممکنه بگن تو خیلی کولی اما اونهایی که میفهمن دید اونها توی آدم بی ارزشی میشی به در اجتماع فردا همه مثل رفیقات نیستن بگن کولی در مکانهایی وارد خواهی شد که خیلی افراد تحصیل کرده و افراد روشنی هستن و اگر این روش رو داشته باشی بازنده ای. کسی رو حساب نمیکنه به خصوص در خانواده این حرفا مطرح باشه با ملایمت با مهربانی دوست باشیم با بچهاتون نه در پرده ها بیفته دوستانه رفتار بکنید ارز کردم اگر چیزی خواستن ازشون در مقابل چیزی بگیریم بهشون بدیم چیزی که برای خودشونه میگه من دو شرخه میخوام خیلی خوب این کتاب فرانی رو اگر شما پونزه صفحه بخونید برای من تعریف بکنید من دوشرخه خبرتون میخرم چیزی به نفع خودشم هست میگم بگو برو کار بکن برو ظرف بشو برو ظرفا رو بشو من نه نه این کار نکنید چیزی به نفع خودشه همین اتاق تمیز کردن که یاد بگیره مرتب باشه بدبختی بشریت در اینه که مرتب نیست میبینیم دیگه هیچ چیمون به جای خودش نیست یاد بدیم بچه هامون که مرتب باشن میخوای بری سینما اتاق باشه. با محبت نه با خشم با شوخی و خنده حالا که میخوای بری سینما میفرستم بری سینما ولی بعد اتاق تمیز باشه وقتی کارشو کرد ده دلار میخواد شما بهش دوازده دلار بده بگو این دوران خود برخود نوشا و خبا با شوخی کن بو بدرایدم میدم یک این دو ساعتی که این بچه میخواد بره با شوق و ذوق بفرستینش بره مثلا لذت ببره از سینما که برگشت بپرس خب چی از این فیلم نشه چی داری باش صحبت بکنید نو نتیجه که از فیلم گرفتی مثلا چی بود براش توضیح بدین تا اون جایی که میتونید چه دخترش چه پسرش حتما سعی کنید که خودتون ببرنشون سینما یا اگر مهمانی میخوام برن خودتون برین و برشون گردونید مهمانی هایی که میخوام برن به خصوص جوان ها دور هم هستن حتما دقت کنین که در چه جایی میرن چه کسایی در اون مهمانی هستن میخوام برن جایی که مثلا بازی بکنن اصلی ماشین های بازی هستش تنها نظرین برن یا حتی شده دور دور نگاه کنید بعضی جوان ها میکنن 15 16 17 18 سال هستن کار میکنم در رستوران کار میکنم در جاهای دیگه هستن که مثلا تو پارکینگ لارا کار میکنن خب به خاطر ما اصلا دیگه کاری میخوام بکنم اینجا پدر خانواده ولو اینکه خسته ای سوار ماشین شو برو دورا دور نگاه کن ببین واقعا بچه چیکار داره میکنه واقعا داره کار میکنه با کیا داره معاشرت میکنه و طوری وانمود کن صاحب شما رو ببینه ولی نگو برای چک کردن تو اومدم برای دیدن تو اومدم هر رام این بر افتاد دوبار که شما خودتون به این شکل نشون میده اون میدونه همیشه مراقبش هستید به همجد گل دوستای دیگهش نمیخوره عملی بکنه که نه به شخصیت اون توهین بشه که بگه آرا مثل بچه من نگاه میکنه موضع من هستن و همین که به که ما هنوز مراقب تو هستیم اون تا اون دیگه شگرد و زرنکی که اون پدره که چیزی عمل بکنه یکی دو بار که این کار کردین اون میفهمه که دیگه تحت مراقبت هستش و اگر واقعا چیز ناشایستی که عمل ناشایستی انجام داد بعدا نه همون فرداش و لفاف صحبتاتون بگین یادآوری کنید هیچ چیزی مثل صحبت کردن رو بچه ها اثر نداره قانشون بکنید با قذب و عصبانیت تا تو... یه حدی کارگره شما تا زمانی میتونید دست رو دوش بچهتون بذارین و راهنماییش بکنین ولی عملی نکنین که دفعه دست رو دوش بچهتون گذاشتین دوشش رد بکنه یعنی دیگه اهمیت نداره حرفهای تو برای من پدر مادرم نرسونید به اونجا پدر مادر وظیفه بسیار بسیار خطیری دارن این یک پسندازی است آینده پدر مادرها فرزند پسنداز خوبیه اگر بچه رو ما درست عمل باش بکنیم راهنماییش بکنیم درست سفتار بکنیم این بچه بچه خواهد شد که فردا روز میاد به داد فرد پدر و مادرش میرسه پدر مادرش تنها نمیذاره برای کسانی که غیر از این بکنم، میبید. واقعا تحصیب واقعا تحصیب بچه هایی که اینجا هستن سراغ پدر مادر نمیرند، یا مادر تنهاست یا پدر تنهاست تحت عنوان اینکه ما کار میکنیم وقت نداره میبرن تو مکانهایی میزنن که بستر از اون رو نگهداری بکنم، و خیلی جالت هم نمیکشن نمیدونم برای من این خیلی سنگیره که چطور من میتونم پدر پیر من برم پیرم برم در جایی بذارم که فقط به خاطر اینکه بگم من وقت ندارم در حالی که میتونم وقت درست بکنم میتونم داشته باشم این نتیجه کار خود ماست برای کسی هم هستش که میشناسمش چند تا به سر داره با دختر در چند کشور مختلف فقط کافی نافم باشون با مریض شده که وحدانیت همشون پرواز میکنن میرن ایران که, باباش مثلا سر که باباشون مثلا سرمو خورده که بابایشون میپرد میگوست چون این بچه هم داریم ما چرا؟ چون پدر مادر درست عمل کردن عمل کرده امروز ما هست که نتیجهش در آینده خواهد بود برامون اگر میخوایم بچه های خوبی داشته باشیم بچه های ای داشته باشیم بچه که مسئول باشن بچه که درست دیگه اجتماع آینده باشن به نحو احسن ما باید زحمت شلعان بکشیم که هم خودمون بهره ببریم هم آیندگان خب خیلی سیام هست که تو فرنگ ما شاید زیاد جالب نباشه خب تا اونجا که تشخیص میدیم سعی میکنیم اون را بذاریم کنار ولی چیزهای خوب میتونیم بهشون یاد بدیم چون آمادگی دارن برای همه چیه خمیری هستند که به هر شکلی بخوام میتونیم درشون بیاریم منتها این بستگی به پدر و مادر داره که چقدر وقت بذارن و چقدر شوق و ذوق داشته باشن و این خمیر رو به هر شکلی که دلشون میخواد در بیارن پدر مادر که حوصله نداشته باشن دنبال مهمانی و دوست بازیان خودشون برن توقع نداشته باشن که بچه های خوبی به جامعه تربیت خواهند کرد تربیت خواهند داد پدر مادر مسئولشون مسئولشون سنگین اینجا خیلی اینجا هم پدر هم مادر مادرها فقط بدونن که دلسوزی بیش از حد فایده نداره بچه را خراب میکنه بچه سنزا دوازده سال سالگی سیگار شروع کرده مادر درش میسوزه فکر برو اون وطن بابا داره میاد نبینتت نمیدونه با این بچه چیکار داره میکنه من خودم بی که قربانی های این مسئله هستم که مادر رو دلسوزیش نه خدا نکرد رو دشمنش رو دل دلسوزیش برای اینکه من راحت باشم همین کار رو کرد هر دهنم نیفتده درست مقصر خود من بودم ولی اکاش مادر من موقع دلسوزی نمی کند برام قای وقتا پدر مادر اصلا دعا میکنن بچه هاشون پیر بشی پیر مری داشت میرفت اصاید ازش بود خیلی مشکل راه میرفت و اگرش گفتش که گفتی پدر که پیر شوی حالیا بیا نفرین که در لباس دعا کرده ای ببین حال امیدوارم موفق و معید باشیم همه شما پدر مادر عزیز زحمات سنگین دوشتون هست انشالله خداوند کمکتون بکنه و اون که لازم هست برای آینده بچه هاتون بچه های گل و این شکوفه های سالمی که خداوند عنایت فرموده و هدیه خدایی هست به راه درست تربیت بکنیم یه مقدار از وقتمون بزنیم یه مقدار از تفریات خودمون کم بکنیم و به اونها برسیم چون مسئول هستیم حال امیدوار هستم که همیشه موفق و معید باشین و همون پناه حق سالم و تندرست و از نظر علمی پیشرفت خوبی بکنن پایان برنامه من رسیده و تماف سابق باز میخوام ندایی به برنامه تلویزیون سلام بدم همونی که بارها و بارها عرض کردم تلویزیون سلام تلویزیون که وابسته به هیچ گروه و دسته و کشوری نیست تلویزیونی هستش که بانی و بنیانگذارش حالا هرکی خدا توفیقش بده ولی ادامه و نگاری این تلویزیون توسط شما عزیزان بوده و هست فقط یاد آوریم که هر دفعه که صحبت میکنم فقط خدا میدونه اولا نظر قدردانی از شما عزیزان که ما میدونیم مسئولی میدونن که انایت و بزرگواری شما عزیزان هستش که این تلویزیون برقراره بیشتر با خاطر تشکر از شما عزیزان ما اینو هر هفته مطرح میکنیم و همچنین یاد آوریم بدم نیست خدا رو کنم من حال امیدوار هستم که خداوند بهتون خیر دنیا و آخرت بده که بانی هستیم هم یار هستیم هم کاری میکنید و این شبکه رو زنده نگه می میدارید و امیدوارم که خدا خیر و برکت بهتون بده در قبال این کارهایی که میکنید حال این یک تلویزیون مذهبی است خیلی علاقمند هستن خیلی مطالب برنامه هایی که میشه میذارین کلام خداست و دعا و پند درس امیدوارم خب که از نظر همکاری و همیاری که همینطور که هم داشتیم ادامه بدین انشاءالله من اون هفته قول داده بودم راجع مسئله صحبت بکنم این هفته انشاءالله میذارم برای هفته آینده که صحبت روش میشه با تشکر از مسئولین اتاق فرمان و مسئولین تلویزیون شبکه جهانی سلام همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و انشاءالله تا هفته آینده شب روز خوشی براتون آرزو میکنم علی نگهدارتون Daumen hier hat Tau Matla in Matva. بسم الله الرحمن الرحیم مدیریت و کارکنان شبکه سلام هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالب مطرح شده از طرف سخنرانان، برنامه‌سازان، میهمانان، اطلاع‌دهندگان و مکالمات تلفنی بینندگان ندارند. Disclaimer The management and staff of Salam TV are not responsible for views and opinions of the speakers, guests advertisers and colors to a life programs